مقدار مسئولیتی که هر کس به عهده میگیرد نشانه جرأت و همت اوست. برنامه نوبتی رواندرمانی است روی اکران های شما. سلام. امروز به سوال های شما پاسخ میگویند نامزد علمی روانشناسی نادر امانوف. سرپرست برنامه شرکت ویگا فارم با محصولات داروواری پردیفن. همه جایت زخمی. به همه این کنی دارو. اوچه جون، انا نمکوب. بیار دخترم، انا داروی بهترین. هم به کتفو گردن، هم به روی ورم. ای به همه دردت مرهم می شود. داروی قیمت چی در کار؟ در حالت درد بغوم ها، کتفو گردن، زخم و ورم بدن، هب و یا مرهم پردیفن را استفاده نمایید. تأثیر بخش و دسترس داروی پردیفن است. عبدالنسیم نیست، خواهش میکنم در باره ایراده برای من معلومات دهید. ایراده یکی از خصوصیات مهمی شخص است که برای به مقصد رسی به شخص امکان میدهد و این ایراده را باید گفت که ایراده در آدم البته در هر انسان هست، لیکن ایراده را آدم میتواند سیقل دهد، یعنی قوی گرداند و وقتی که آدم با گفتم ممکن است با مقصد قوی گردن ایراده خود کار نمیبرد، فعالی نمیکند، مبارزه نمیبرد، میتواند اراده انسان پست شود. نمبر همین باید گوییم که انسان باید هر زمان بکوشد که اراده خود را قوی گرداند. توسط البته مقصد گذاری اراده انسان میتواند که قوی تر شود. مثلا انسان مقصدی میگذارد برای به یکون کار یک فعالیت اجرا کردن و برای به مقصد رسیش او همه گفتم ممکن مانی ها را پس سر میکند، طاقتی مثلا مشکلی میشه میکند، طاقتی بیخوبی میکند، طاقتی مثلا گرسنگی، طاقتی تشنگی رو از سر میگذارند، یعنی مبارزه میبرد و آهسته آهسته در شخصیت این خصوصیت مهمی انسانی تشکل مییابد و قوی میگردد. و باید گویم که آدمانی که قوی اراده هستند اصلا در زندگی به موفقیت های بلند نائل میشوند. مثلا آدمانی که مثلا خواهشی دارند که خصلت تمکاشی خود را پرتویم، اگر اراده نداشته باشند این کار را کرده نمیتوانند. یعنی هر زمان وعده میتیند در پیش خود، قرار قبول میکنند، مقصد میگذارند، لیکن باز این کار دوام کردن میگیرد. انمی نشانه بی ارادگی انسان است. لیکن اگر شخص اراده قوی داشته باشد و در پیش خود مقصد گذارد که من تمکاشی را میپرتویم، او پس این قرار قبول کردهش میستد، مبارزه میبرد و آهسته آهسته با این مقصد خود میرسد. این نشانه قوی ارادگی انسان است. نفر دیگر می نویسد که از پشت پل شده برادرم مادرم را دشنام داد و من با او دست برداشتم، ولی بعد سخت پشیمان شدم. اکنون چیکار کردنم را نمی دانم. در اینجا شخصی که سوال می تید خودش قید می کند که برادرش خطا کرده است و عاقبت خطای برادرش باز اون شده است که اینم دست به خطا زده است. البته هر کسی یک عیب کند و عیب اون نفر رو با عیب دیگر پوشاندن قطعی به مقصد آدم نمی رسد. باید در برابر گناهی کسی کرده یا که مثلا رفتاری ناشایم کسی، ما باید رفتاری ناشایم نکنیم. برعکس خوب می شود که مثلا انسان در عوضی رفتاری ناشایم و خطای کسی رفتاری عبرت بخش کند که باعث تربیه همون نفر برادر خود شود. اکنون خیر، اکنون کار شد، البته این کس گفتم ممکن است که از کرده پشیمان است. این خودش نشانه آن است که در لحظه غضب بلند آدم رفتارش اداره کردنش سست می شود. بنابر همین این کس ممکن در حالت غضب بلند دست به این خطاگی زدن. اکنون وقتی که گذشت وقت، مهلت معین گذشت، غضب که پایان که فرامد، عقل پورا کار که کرد، آدم از کردهش چی می شود؟ پشیمان می شود. درست قید میکنن که از کردم پشیمانم، پس چی باید کرد؟ البته یکم درجه باید این کس از برادر خود راستی گپ عذر پرسن، بخشش پرسن، هم صحبت شوم و در برابر صحبت کردن بگویند که البته کاری خودم خطا بود، لیکن در برابر کاری تو کاری منم خطا بود. بیاید اکنون برادر دست میتیم و از گناه یکدیگر میگذاریم که هر دویم دیگری خطاگی را تکرار نکنیم. و آهسته آهسته میخواد وقتی مایان گذاشتم، پس این چیزی منفی، حالت ایموشنالی منفی آدم رو از دلش دور کردن میکرد و خود به خود مناسبت خوب میده. لیکن بخشش پرسن البته درجه بلندی حل مسئله میشود. یک مادر می نویسد که در حالت عصبانی فرزندانم را لاتوکو میکنم و بعدا پشیمان میشوم، خودم رو به دست گرفته نمیتوانم، چگونه از این حالت بیرون آیم؟ در حقیقت باید گفت که وقتی که انسان عصبانی می شود
عقل گفتم ممکن است که کارش سوس می شود و هیجان بلندی می کند و انسان رفتاری می کند یا عملی می کند که موافق عقل نیست، یعنی گفتم ممکن است که از عقل دور است. این کس هم همین خیال هستم با فکرم در حالت سخت عصبانی شدنشون کارهایی میکنن که از کردهشون بدتر پشیمان میشوند و سبب اساسی این رفتار البته در آن است که شاید در مناسبتی بین او و شوهرش یکون مثلا خطاگی هست، مثلا مناسبتی خودش با شوهرش که بد است. بعضا همین خیال میشود که زنها قصاص شوهر رو از فرزندان میگیرن، بعضا دشتامی قبیه میتین فرزندان رو به اساس با اساس لطکوب میکنند و توسط همین لطکوب فرزندان میخواد به شوهرشون نشون دهند که انا بین که من چیکار میکنم گفته، چون که زورشون به شوهرشون نمیرسد بعد این غضب خود رو از فرزندان میگیرند. این کار البته خطا است، خطای بسیار وزنین است، چون که از نگاه پسیکولوژی فرزند رو هیچ وقت لطکوب کردن ممکن نیست، چون که لطکوب این باعثی عاقبتش باعثی یکون ضرری کلانی جسمانی شدنش ممکن است. باز بعدش در آن است که در لحظه بدقهری و بدخشمی انسان قوتش ده چند زیاد می شود و ضربه او عاقبت های بسیار کلانی منفی جسمانی را آورده می تواند. بنابر همین لطکوب فرزند هیچ ممکن نیست. از طرف دیگر از نگاه جسمانی هم اگر فیزیولوژی هم تحلیل بکنیم، بدن همین کودکان اونقدر استوار نیست، چه استخوان‌هاش چه مشک‌هاشون، بنابراین قوت لطکوب کلانسالان رو ندارن و هر این لطکوب باعث یگون عاقبت منفی کلان جسمانی شدنش ممکن است. از نگاه جسمانی هم بگیریم لطکوب ممکن است، از نگاه روحی هم بگیریم لطکوب ممکن است. به جای لطکوب کردن فرزند رو فقط نصیحت کردن ممکن است. یک دویمش که فرزند رو حتی بعضا نه اینکه نصیحت، بلکه با او هم صحبت شده ایستاده یک مثال یک حالتی را آوردن در کار که نمونه شود که مثلا چنین رفتار باعث افتخاری هم فرزند است هم پدر و مادر است. انا میخیل مثال های آوردن در کار که راه درست زندگی رو لکه حل حل مسئله را مثلا نشان میدهد. توسط انا میخیل مثال ها فرزند ها را تربیت کردن در کار، نه اینکه لطکوب کردن در کار، نه اینکه دشنو میقبه دادن در کار. البته این نفر باید این رو بینوبت بگیرد، لجامی قهر و غضب خود رو به دست بگیرد، هیچ وقت کوشش کند همون چه خیلی سوال پیشنهاد دادن که اراده خود رو استفاده برد، در نزد خود مقصد گذارد و قرار قبول کند که هیچ وقت دیگر به طرف فرزندش مثلا قهر و غضب کرده اون رو لطکوب نمیکند، مصیبتش رو تغییر میکند. الان میخیل آدم مقصد گذارد و مبارزه برد، اراده خود را استفاده برد، اون به مقصد رسیده میتواند. در همین گونه حالات های عصبانی شدید یکم اصول خود را اداره نمودن هست؟ بله. در پسیکولوژی؟ بله. در وقتی آدم را سخت عصبانی میشود، لیکن درسترش پیش از عصبانی شدن آدم باید در نزد خود یک موقع بگیرد، در نزد خود یک قرار قبول کند که من در حالت قهر و غضب چنین رفتار میکنم، چنین گفتار میکنم گفته، انا من لحظه که بیم احساس میکند که غضبش بلند شده ایستاده است، او این قرار قبول کرده خود را به خاطر آورده ایستاده، با واسطه همین خود تلقین کردن عصب خود را گفتم میکنه است که پیش راهش میگیره که بلند نرود و پیش رفتار عمل خطای خود را بعد گرفته میتواند. انا من خیلی موقع گرفتن در کار، مقصد در خود پیش گذاشتن در کار، چنین رفتار باعث بعد همین پیشگیری قهر و غضب میشود. یک نفر یک مرد انیقترش می نویسد که هنگامی که با همسرم صحبت می کنم زود عصبی می شوم، هر گونه فکرهای بد به سرم می آیند، چی کار کردنم را نمی دانم. در حقیقت در رفت مباشرت بین همسران لحظه های گوناگون زندگی می شود که شخص را سخت عصبانی می کند. چرا چنین حالت ها می شود؟ چون که زندگی ایلوی این پر از معماها است، معماهای گوناگون زندگی است. هر لحظه زن و شوهر با همدیگر صحبت کرده یک معما را حل میکنند، معما اقتصادی، معما اجتماعی، معما دیگر مثلا گذراندن یک چاره بینی و در وقت حل کردن این هر گونه مشکلی ها معماهای زندگی شخص باید خوب باید پر صبر پر طاقت باشد، باید پیش از حتی آغاز کردن صحبت، حتی پیش از آغاز شدن همین گفتم ممکن است مناسبت معاشرت
انسان باز موقع باید بگیرد که من باید با زبان شیرین با مناسبت خوب من این مسئله را باید حل کنم. باید مناسبت ما به جنجال تبدیل نیابد. باید با خوشی خرسندی مثلا مسئله باید حل گردد. گفته آدم باز موقع باید بگیرد و با صحبت آغاز کند. هر بوری که میبیند که همین شدت معاشرت بلندی میکند، شدتش بلندی میکند، کوشش باید کند که با همون مقصد گذاشته خود را، موقع گذاشته خود را به خاطر آورده پیش روی بلندشوی شدت را چی بگیرد. یکی از راه های همین خوب شدت معاشرت را پس کردن، موقع برابر را اشغال کردن است. اگر مرد خود را در خانه سرور یگانه و قطعی قبول کرده مناسبت را صحبت را سر کند، همه خیل مناسبت ها و گفتار و رفتار منفی شدنش ممکن است. لیکن مرد باید هر زمان بفهمد که در آیله آنها برابرند. مثل که گفتم که یک قایقی که دو تا چوبی میراندگی دارد که هر دو گفتم ممکن است در اینجا رول حل کننده میبازند. یک چوب اگر کار کند چوب دیگر کار نکند، قایق راست نمیرود. برای که قایق راست بیرود و به مقصد برسد باید زن و مرد برابر، گفتم در مشورت و در مصلحت برابر باید کوشش کنند، حرکت کنند که قایق راست بیرود و به مقصد برسد. آن همین لحظه ها رو باید شخص فراموش نکند. موقع بلند اشغال کردن و شخص دیگر همسر خود را در موقع پست تصور کردن باعث یعنی خیلی مناسبت های منفی میشه. اگر بین زن و شوهر محبت نباشد و مرد با دیدن زوجه اش ناراحت شود، در این حالت چی باید کرد؟ در حقیقت ما پیش از همه وقتی که آیله برپا میکنیم فکر میکنیم که بودن محبت شرط اول است، لیکن زندگی نشان میدهد که شرط دوم هم در کار است. شرط دویم این حل کردن هر گونه مسئله دیگر زندگی است، یعنی طرف های باز اقتصادی و طرف های دیگری هستند که آنها را باز به نوبت باید بگیرند. بعضا آیله ها برپا می شوند در اساس حس محبت و دوستداری و بعضا آیله های پیدا می شوند که آنها یک دیگر را نمی دیدند، نمی شناختند، نمی دانند، لیکن در اساس حل کردن مسئله های اقتصادی و طرف های دیگر زندگی آیله برپا می شود. و در همین خیلی آیله هایی که گفتم ممکن است که از روی حساب کتاب آیله برپا می کنند، بعضا همین حالت ها می شود که زن و شوهر بعد دیدن یک دیگر با دیگر مهر محبت پیدا نمی کنند. همین مهر محبتی که در ابتدا نیست، برای این مهر محبت رو پیدا کردن برای زن آسان است. زن آهسته آهسته خصلت های مثبت همسر خود را دیده ایستاده در موقت در گذشت وقت فرزند پیدا می شود. باز انما فرزند ریشه گفته بیا که شیرش می شود، دوستی آنها را باز مستحکم می کند از نگاهی که زن مهر محبتش نسبت به شوهر زیاد می شود. لیکن افسوس که در مرد ها این چیز دیگه خیلی دیده می شود. مردی که در نگاه اول به زنش مهر و محبت پیدا نکرد، این مهر و محبت قریب پیدا شویش مشکل است، بسیار دشوار هم است. مرد به خاطر فرزند کمی در کم می شود که به زنش مهر و محبت پیدا می کند و نگاه اول برای مرد بسیار مهم است که در نگاه اول باید زنش به او معقول شود، همسرش معقول شود. اناکنون در این شخصی که سوال می تیند، این مسئله رو بسیار نازک باید در مشورت با پسیخولوگ ها از نزدیک باید مسئله حل کنند که اینجا مشکلی در چی است. اگر که در اون باشد که در نگاه اول مثلا همسرش با او معقول نشده باشد و هیچ در دل او این مهر پیدا نمی شود، البته این خیلی مشکل است که این مهر پیدا شود. لیکن اگر که مثلا در دلشان مهر باشد به همسرشان، لیکن بعضی گفتار یا که عمل مثلا خطای همسرش او را عصبانی میکند، این مسئله حل کردنش بسیار آسان تر است. مثلا شخص گفتار و رفتار همسرش رو میتونه تغییر دهد، حتی راهش هم هست. بعضا آدمان یکی به واسطه زوری دوغ و پیسه میخوان مثلا حل کنن، این یکی لای خطا است. عجیبش اون است که وقتی که آدم حال یکم مسئله زندگی رو میخواد حل کند و راهش که نمیتوند و عقلش کمی که میکنند، بعد از زوری استفاده میبرد، بعد از آواز بلند و قوای جسمانی استفاده برد، این نشانه کم عقلی انسان است. اصلا گفتن به مهارتی انسان است.
одамони оқил доно бо фам ки медонанд ки зин дар лаҳзаи зиндагӣ чӣ рафтор кунанд, ҳеҷ вақт овозашро баланд намекунанд, ҳеҷ вақт аз қувваи ҷисмонӣ истифода намебаранд. Оно бо фикру андешаҳои дуруст масъаларо ҳал мекунанд. Масалан, ба ҷои оне ки масалан лату куб карда ё ки асабонӣ шуда гап занад, баръакс аз роҳи масалан дигар истифода баранд. Масалан як психологи машҳури амрикоӣ Дейл Карнеги мегӯяд ки вақте камбудии як касро дидӣ ва ҳамин камбудиаш ба ту маҳқул нест, ӯро таъриф мекун. Агар хӯрокаш масалан ба дилат набошад, таъриф мекун ки хӯрокот бисёр бамазза аст, ба ман маъқул аст. Ӯ нафар ба хотири ки боз ҳам ба шумо бештар маъқул шавад, мубориз мешавад, фаъол мешавад ва кӯшиш зиёдтар мекунад хӯрокаш ҳақиқатан бамаззатар шавад. ҳамин хеле дигар тавассути таъриф кардан ҳам одамро тарбия кардан хислати манфии инсонро аз шахс дур кардан мумкин аст. Роҳҳои беҳтаре ҳаст ки одам ин роҳҳоро агар истифода барад, ба мақсад мерасад ва ин мушкилии зиндагӣ бартараф мешавад. Як нафар зан менависад ки шавҳарам маводи мухаддир истеъмол мекарду ба хона омада маро зери мушту лағат қарор медод. Рӯзе дар ҳолати матҳуши дар шоҳидии модараш ҷавобамро дод. Хушдоманам чорае надид. Ман ба хонаи волидонам баргаштам, вале фарзандонам бо ман наомаданд. Айни ҳол шавҳарам дар маҳбас аст. Чанд маротиба кӯшиш кардам ки фарзандонамро баргардонам, аммо онҳо маро дида гирьякунон мегурезанд. Ҳайронам, охир онҳо аз ман як қадам ҳам дур намешуданд. Ман чӣ кор карданамро намедонам. ба тавсияҳои шумо ниёз дорам. дар ҳақиқат ҳамин хел лаҳзаҳои зиндагӣ мешавад вақте ки оилаҳо пош мехӯранд, фарзандон ё бо падар мемонанд ё бо модар мемонанд. вақте ки бо падар монанд, аҷоибашон аст ки калонсолоне ки ин фарзандонро нигоҳубин мекунанд, дар ҳамин калонсолон як хислати манфӣ аст ки дар муносибат бо ҳамин фарзандҳо тавассути ҳамин кӯдакон ки кӯдакон дар ҳамин синни сол онҳо талқин шаванданд, аз ҳамин хусусият истифода бурда ба кӯдакон талқин карда истода гуфторҳои бардурӯғро мегӯянд. масалан бардурӯғ мегӯянд ки модари ту чунин бад аст, чунин гуфтори бад дорад, рафтори бад дорад, ки амали бад дорад ва шояд ҳатто то дараҷае бигӯянд ки модари ту чунин кор карду чунин рафтор кард ки боиси он шуд ки падарат имрӯз дар маҳбас аст. анаин хел ҳар хел гапҳои бардурӯғро бофта истода ба кӯдакон чунон талқин мекунанд ки дар симои ҳамин модар кӯдакон як одами манфиро мебинад ва аз ҳамин меҳру муҳаббати модариро мехоҳанд бо ҳамин талқин кардан дур кунанд аз дили кӯдакон. албатта ин як лаҳзавӣ мешавад, як вақти муайян мешавад, лекин ин аз тарафи дигар вақти муайян ки гузашт, масалан солҳо баъзан мегузарад, кӯдакон ба як синни соли муайян мерасанд ки дар онҳо маҳорати таҳлилу таркиб кардани лаҳзаҳои зиндагиро доранд, баъд онҳо дарк мекунанд ки ин ҳама гапҳои бардурӯғ буд ва оҳиста оҳиста метавонанд ба тарафи модарашон баргарданд. лекин баъзан мешавад ки кӯдакон ин имконро пайдо намекунад, чунон ин талқини манфӣ зур мешаваду барзиёд мешавад ки ҳар чӣ қадар буз гуфта мекунем аз модар дур шуда истода ин меҳр тамоман оҳиста оҳиста нест шуданаш ҳам мумкин аст. бинобар ҳаминам дар ин лаҳза акнун якумаш ки имкон бояд пайдо шавад ки як лаҳзае шавад ки тавассути масалан органҳои ҳуқуқи масалан ҳифзи ҳуқуқ бояд ин зан имкон пайдо кунад ки масалан дар ҳафтаи як бор якчанд соат бо фарзандояш ҳамсӯҳбат шавад, ҳамшин шавад. дар вақти ин суҳбатҳо ба фарзандояш нишон диҳад ки модар ягон рафтори бад надорад, ягон амали бад надорад, мақсади бад надорад ва оҳиста он меҳри модарие ки дар дили фарзанд аст, ӯ аз сари нав рӯшан шавад ва фарзандҳо боз модарашонро мисли модари пештина дӯст медоранд ва ин меҳри модария бармегардад. нафаре менависад ки бародарону хоҳарони шавҳарам дар набудани ӯ нисбати ман зӯроварӣ мекунанд. ҳатто хусуру хушдоманам сади роҳашон намешаванд. аз ин ҳол ба танг омадаам. дигар сабру тоқат надорам. дар ҳақиқат дуруст аст. дар лаҳзаҳои зиндагӣ ки дар оилаҳои мо баъзан во мехӯрад, чунки мо аз шароити вазнин иқтисодӣ баъзан мешавад ва иҷтимоӣ мешавад ки мо дар як оила якчанд кас зиндагӣ мекунем ва дар як оила, дар як хонавода гуфтан мумкин аст, дар як хонаи хурдакак зиндагӣ якчанд оила аслан боиси ҳар гуна ҳамин хел муносибатҳои манфӣ шудан метавонад. вақте ки ҳамин оила агар имкон бошаду дар алоҳидагӣ зиндагӣ кунад,
انمین دوری از یک دیگر مهر و محبت زیاد میکند. اینا بر همین هم اگر که امکان باشد پیش از همه اینا باید جدا زندگی کنند. اگر شرایط اقتصادی اجتماعیشان موافق باشد باید جدا زندگی کنند. یک دیومش که سبب دیگری که باز شده میتواند البته این زن همه وقت در گفتارش همی خیلی است که همه گناهگارم بغیر از او. لیکن هیچ وقت نمیشود در زندگی که یک کس بد باشد یک کس خوب باشد و این قدر مثلا مرکب شود. چه خیلی که در عرفیت میگن یک خوب یک گنده راست میگیرد. وقتی که دو آدمی که مناسبت و معاشرت بد کردن بعد بین آنها این قدر زیاد زیدیت های بلند میشود. بنابر همین این کس زن اول پیش از همه یکمش که تحلیل بکنه گفتار و رفتار خود رو. شاید در گفتار و رفتار خود چی کمبودی دارد. یا بد گفتار است یا بد رفتار است یا خوش معامله نیست یا خوش رفتار نیست یا کمبودی دارد که با ایسی مناسبت منفی نسبت به او از طرف هم گفتم میکنه از خسر خوشت آمد و هم است برادرانی شوهرش است. بنابر همین اول انسان باید در خود در رفتار و گفتار خود باید کمبودی را بجوید و رفتار و گفتار خود را اصلاح کردن بسیار آسان است. چونکه به کسی دیگر تاثیر رساندن خیلی آدم باید کوشش بکنه که به مقصد میرسد. لیکن انسان رفتار و گفتار خود را به آسانی دیگر کرده میتواند. اگر که تحلیل بکند و در رفتار و گفتار خود یک کمبودی یافته اون را اصلاح کند با ایسی بهتر شدن مناسبت او با خسر خوشتامان و برادر و خواهر همسرش میشود. توسط مناسبت و معاشرت خوب سازنده انسان میتواند دشمن را به دوست تبدیل کند. انمین هنر و همین خیلی مهارت و ملک ها به این زن در کار هستند. و بعد از آن با چنین مناسبت و معاشرت البته که رفتار کردن پس همون اطرافیان رو به خود دشمنان رو به خود به دوست تبدیل داده میتواند. حاضر فکر کنید که مثلا توسطی به شوهرش مثلا خبر دادن فکر کند که شوهرش طرف این رو میگیرد و بعد از اون مسئله حل میشد این روی حل نیست. با چنین رو شوهرش در موبایلی گفتم که او با آتش میماند. طرف خسر خوشتامان و برادرانش پدر مادر برادرانش رو بگیرد گفتم این است که از زنش محروم می شود اویلش پش می خورد. اگر طرف زنش رو بگیرد بس از پدر و مادر و برادران جدا می شود که در اصلا در رسم رسومی ما این چیزا کم چیز دیده می شود و حتی باعثی بعد هر گونه گپ های مردم می شود. بنابر همین هم زندگی خود رو باز مرکب کردن در کار نیست و شوهر خود رو باز به یک مشکلی دیگر کشاندن شرط نیست. خوبش که این زن باید کوشش کند که در گفتار و رفتار خود یک تغییراتی را وارد کند که باعث بهتر شوی مناسبت او با خسر خوشتامان و برادران و خواهران شوهرش شود. واقعا هم بیننده های عزیز امروز کم نیستند. زنان و دختران که زیر خشونت خانوادگی قرار گرفتند. شرح بیشتری موضوع در گزارش قبلا آماده نموده اما مرحمت میبینه. زوراوری در آیله بسیار وقت از سبب ندانستن حقوق یکدیگر و نداشتن آداب معاشرت سر میزند. مردم آنقدر بدغلی و بدگفتاری عادت کردند که این خصلت ها برایشان یک عمل مقرری محسوب میابد. زوراوری خانوادگی باعث خرابشوی پایه آیله و ضعیفشوی جامعه می گردد. از این رو باید پیش این ظهورات نامطلوب گرفته می شود. با این مقصد 19 مرد سال 2013 قانون جمهوری تاجیکستان درباره پیشگیری زوراوری در آیله قبول گردید. قانون مذکور مناسبت های جمعیتی را وابسته به پیشگیری زوراوری در آیله تنظیم نموده وظیفه های سوبکت های پیشگیری کننده زوراوری در آیله را دایر به آشکار پیشگیری و برطرف سازی سبب و شرایط های به آن مساعد کننده را معین می نماید. قانون جمهوری تاجیکستان درباره پیشگیری زوراوری در آیله از مقصد های زیرین عبارت است. حمایه حقوق های آیله همچون اساس جمعیت، تنظیم حقوقی مناسبت های وابسته به پیشگیری زوراوری در آیله، مساعدت نمودن به تطبیق سیاست دولتی آید به پیشگیری زوراوری در آیله، تشکل وضع طاقت ناپذیری جامعه نسبت به زوراوری در آیله، آشکار، پیشگیری و برطرف سازی سبب و شرایط های به زوراوری در آیله مساعدت کننده
مساعدت به بلند برداشتن مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند. نمودهای زوراوری، عاملهای زوراوری، سببهای زوراوری خیلی زیاد هستند و متاسفانه امروز از همین زوراوری هستند که از جانب زنها دست به خودکشی میزنند، یعنی از همین زوراوری خشونت خانوادگی خلاصی میجویند. ولی من گفتنی هستم که این راه خلاصی نیست و امروز قانون جمهوری تاجیکستان درباره زوراوری از ماه مارس سال 2013 در جمهوری تاجیکستان عمل میکند. در خاندانی که زوراوری و خشونت همچون قاعده زندگی قبول گشته است، کودکان بیشتر ضرر میبینند، زیرا از یک طرف شاهد ضرب الات مادر از جانب پدر و از طرف دیگر قربان قصد و علمگیری مادر میگردند. فرزندی که در چنین محیط به وجود میرسد، اولا مایوس و روح افتاده گشته، در آینده یک شخص بی جرأت و ترسو میگردد. ثانیاً چون به وجود میرسد، در حیات آیلوی خود از همان پرینسیپ های استفاده میکند که خود در خوردی مشاهده مینمود. زوراوری خانوادگی برای او نیز قاعده زندگی، یعنی عمل مقرری میگردد. امروز در بین افراد جامعه ما چنین قبول شده است که زدن کودک یک شکل تربیه است. باید در خاطر داشت که از همه گونه جزای جسمانی همچون واسطه آداب آموزی کودکان باید دوری جست. والدین نباید به آن رو آرند. در جمهوری ما اساساً زنان و کودکان گروه های گوناگون اجتماعی و سینوسالی و در بعضی حالت ها مردان نیز مورد خشونت قرار می گیرند. طبق معلومات آماری در سال 2016 هم 244 نفر زنان و 36 نفر مردان به خشونت خانوادگی گرفتار شدند. یک قسم جوانان از روی مغروری و سبکی با اندک عرض و شکایت اهل خانواده همسر خود را توسط تلفن طلاق می دهند. سالهای آخر بانوان زیادی در سن جوانی به این طریق در نیمه راه زندگی تنها ماندند. علم‌آورش آن است که پدر و مادر به جای نصیحت کردن پسر خود و گرفتن پیش راه زوراوری نسبت به کلین، برعکس به آتش غضب پسرانش روغن ریخته به جداشوی آیله جوان مساعدت میکنند. آخر کلین هم دختر یا خواهر شخصی هست. اگر دیگران نسبت دختر یا خواهر خود آنها همین گونه رفتار نماید، خود را چگونه حس میکرده باشند؟ بسیار اویله ها هستند که عروس را به حیث آمده قبول میکنند، نه به حیث فرزند قبول میکنند و در همین مورد خودشان عروس را انتخاب میکنند، برای فرزندشان به خانه میبیارند. ولی متاسفانه وقتی که برابر عروس که وارد میشود، از جهتی که وای عمومن یگان از عهده یگان اجرای همین وظیفه خود برآمده نمیتواند، از اجرای یگان کار و خوراک یا اینکه یا از سخن پردازی را نمیتواند، از همین توجه همون از اون اویله به همون زیادتر میگردد و در هر یک مورد کاربری به همون گپ زدن میگیرند، یعنی گپ های ناسزا میگویند نسبت همون عروس، مثلا یا اینکه سخن های قبیح میگویند به هر یک رفتار که داشت. چون خداوند در قرآن کریم خبر داده است که پروردگار مرد و زن را برابر آفرید و در پیشگاه خدا هم مرد و هم زن حقوق و وظیفه های خاص برابر و مساوی دارند. در بعضی خاندان، در بعضی حالت ها مردان حقوق های زن ها را رعایت نمی کنند و زن ها حقوق های خود را موافق تعلیمات شریعت بیشتر نمی دانند. زوراوری جسمانی، شهوانی، اقتصادی، نمودهای گوناگون زوراوری هست که زندگی یک آیله سالم را تلف می کنند و در نتیجه مناقشه ها، یک دیگر نافهمی ها و بعضا حالت هایی که به خودکشی برده می رساند بقید گرفته شدند. راهی حل مشکلات زوراوری خانوادگی را مسئولین در همکاری یک جایه ساختارهای دولتی و سازمانهای جمعیتی و بین المللی می بینند. یکی از این گونه لایحه های موفق در شهر دوشنبه خدمات دستگیری دختران می باشد. در خدمات دخترانی که به هر گونه شکل های زوراوری گرفتار شدند جلب گردیده تحت نظارت دائمی قرار می گیرند. عین زمان در اینجا یک نفر نابالغ به تعلیم و تربیت فرا گرفته شده است. نیلوفر سبب پاش خوردن آیله اشان و با مشکلی های سنگین روزگار روبرو شدنش را محض در خشونت خانوادگی می بیند. من رسیاد ندارم، 5 ساله یا 4 ساله بودم، پدر و مادرم از هم دیگر جدا شدن. سبب جدا شدن آنها، مادرم به زوراوری گرفتار می شد، پدرم
بسیار نوشاکی های سپرتی می نوشتم. مادر مادرم را می زدم. همیخیل مادرم 4 سال با پدرم زندگی میکنند و از همدیگر جدا می شوند. من باز یک